این خانم روی صورت داریوش اقبالی اسید پاشیده بود. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. این ماجرای تلخ مربوط به زنی به نام مریم محمدی و داریوش اقبالی است. مریم محمدی در تابستان 56 وقتی که داریوش داشت ترانه شرمت باد رو میخوند به روی صحنه رفت و لیوان اسیدی رو به صورت داریوش پاشید. جالبه بدونید که بعد از وقوع این حادثه مریم محمدی توسط ماموران پاسگاه ژاندارمری کن دستگیر و روانی زندان شد و داریوش در بیمارستان مهر بستری شد. بنابر گزارش ها مریم محمدی زنی بود که به صدای داریوش و ترانه های داریوش علاقه‌مند شده بود و یک دل نصده حسابی عاشق داریوش شده بود. یه شب که داریوش در یکی از کاباره ها برنامه اجرا می کرد، مریم هم در این کاباره حضور پیدا کرد و از داریوش خواست که ترانه‌ای به افتخار او بخونه که نام اون ترانه هم مریم باشه. و خب داریوش آهنگ نازنین مریم رو بدون هیچ پیش زمینه و تمرینی با ارکسترش روی صحنه اجرا کرد. شب‌های بعدی مریم محمدی به محل‌ها و کاباره‌های اجرای داریوش می‌رفت و درخواست خود رو مکرراً از داریوش بازگو می‌کرد. ولی دیگه داریوش زیر بار خواسته‌های مریم نمی‌رفت. به ویژه آنکه مریم از داریوش تقاضاهای دیگری هم داشت و خب همیشه در پشت صحنه به داریوش میگفت من میخوام زن تو باشم و بیا با هم رابطه داشته باشیم. و خب البته جالبه بدونید که مریم محمدی یک زن متأهل بود و یه بچه هم داشت و چون علاقی به همسر اولش نداشت از شهرستان فرار کرده بود و به تهران آمده بود و خب تو تهران هم که داریوش رو دیده بود و عاشق داریوش شده بود و حتی همینطوری میخواست خودش رو در اختیار داریوش بذاره و داریوش باهاش رابطه برقرار بکنه، ولی خب داریوش به او بی‌محلی میکرد و میگفت این بی‌سرپا کیه، من اصلا این زن رو دوست ندارم و اینو از من دورش بکنید. جالبه بدونید که نام اصلی مریم محمدی ماه سلطان بود و او فقط 28 سال سن داشت و البته متأهلم بود و 6 تا بچه هم داشت. خلاصه یه روز مریم به یکی از کاباره‌های محل اجرای داریوش میره و با خودش یک ظرف پر اسیدم میبره و وقتی داریوش به روی صحنه میاد میریزه تو سر و صورت داریوش و خب سریعاً داریوش رو به بیمارستان منتقل میکنن و خب داریوش خیلی متضرر شد سر این قضیه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی. و وقتی که مریم رو دستگیر میکنن، مریم در اعترافاتش میگه که نام اصلیش مریم نیست و ماه سلطانه و 28 سال سن بیشتر نداره و شوهر داره و 6 تا بچه هم داره. مریم در بازجوییش در پاسگاه ژاندارمری کن گفته بود از کاری که کرده اصلا پشیمون نیست. جالبه بدونید که مریم تاوان کاری که با داریوش کرده بود و پس داد و ماها زندانی شد. خونه و شوهر و فرزنداش رو از دست داد و آواره کوچه خیابون ها شد و به گل فروشی در میدان دربند مشغول به کار شد و غروب ها با پوشیدن لباس سفید سبدی از گل های مریم رو تو دستش می گرفت و در ترافیک به مردم گل می فروخت. و جالبه که مردم هم مریم رو خیلی خوب می شناختن و می دونستن اون کسیه که به صورت داریوش اسید پاشی کرده. حتی گفته میشه که خواننده‌ای به نام جمشید نجفی که بعد از انقلاب سرود معروف خلبان‌ها رو با شعر و آهنگی از فیروز برنجیان اجرا کرد و معروف تر شد، اون روزها ترانه دو صدایی به نام آی دختر گل فروش گل ارزون نفروش رو با همکاری بانو گیتا اجرا کرد و به مریم تقدیم کرد و بدین ترتیب انتقام خوانندگان کوچه بازاری اون روزگار از خوانندگان پاپ اون روزها گرفته شد توسط آقای جمشید نجفی. حسن فرازمند روزنامه نگار در این باره نوشته من در یکی از روزهای تابستان که مریم محمدی در تجریش مشغول گل فروشی بود
برای مصاحبه کوتاه سراغش رفتن. او در آن مصاحبه از اینکه انتقام خود و خیلی از دخترها و زنان اون روزگار رو از داریوش گرفته بود خیلی هم خوشحال بود و میگفت بنویسید که به خاطر عشق همه چیزم رو از دست دادم و این عشق بود که من رو به این کار واداشت. بنویسید عشق مریم یک عشق پاک بود، ولی داریوش لیاقت عشق پاک من رو نداشت و این عشق پاک رو درک نتونست بکنه. من در همان ایام و روزگار با داریوش در بیمارستان مهر ملاقات هایی داشتم. او این کار رو یک توته از سوی رقبایش علیه خودش میدونست و میگفت رقیبام کور خوندن، به محض اینکه خوب بشم دوباره روی سن میرم و دوباره برای طرفدارام بوی گندم مال من رو میخونم. داریوش میگفت که اصلاً این خانم رو نمیشناسه و نه به جا میاره، ولی واقعیت اینه که هر جا برای اجرای برنامه میرفتم او هم میومد و یکی دو بار هم به من اظهار محبت و علاقه و حتی اظهار عشق کرد و این ادعایی بود که داریوش در مورد مریم محمدی کرده بود و مثل همیشه جواب من به این خانم و احساسات این خانم جواب رد بود که باعث این حادثه شد. مریم به 6 ماه زندان محکوم شد و جالبه بدونید که در اون روزها وکیل مریم دکتر جزایری معروف بودند و این هم از پایان ماجرای نازنین مریم و ترانه‌ای که این همه متن و حاشیه در عالم فرهنگ و هنر و ترانه سازی و دنیای موسیقی ایران ایجاد کرد. و خب آقای داریوش که همه تصورشون بر این هستش که ایشون بی حاشیه هستن و یکی از خواننده هایی هستن که بیشتر آهنگاشون عشق آدم رو در میاره تا اینکه حال آدم رو خوب بکنه و فکر میکنن که ایشون خیلی محفوظ به حیا هستن، با اینکه ما هم صدای آقای داریوش رو دوست داریم و هیچ شکی بر این نیست که داریوش یک اسطوره هستش، اما خب حواشی اخلاقی زیادی در زندگیشون داشتن و این روزها هم به شاهزاده رضا پهلوی حسابی فحاشی و توهین کردن. دوستان عزیز، اگر دوست دارید از ماجراهای واقعی هنرمندان و حواشیشون برای شما عزیزان بیشتر ویدیو تهیه کنیم، لطفا در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ بکنید و در کنارش به فارسی بنویسید. گوگوش ویدیوهای ما و کانال های ما بالا میاد و میتونید ویدیوهای ما رو از کانال نیوز تیوی ببینید. لطفا لینک این ویدیو رو برای دوستانتون در گروه های فیسبوک و توییتر یا شبکه ایکس در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا و حتما شیر بکنید. سپاس فراوان از همراهیتون. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز با شما عزیزان خوش.